سلام دوستان، با کانال نکاتوب خوش آمده. حیوانات هم با مثل آدمان برای سالم و شاداب زیستن باید وزن بدنشان در حالت معیار باشد و کم و زیاد نشود. اساسا حیوانات نه همیشه فربه می شود، چون که برای یافتن تومت چند کیلومتر باید راه گردند. اما اگر خوراک را با آسانی به آنها بیاریم، پس وضعیت فرق می کند. در دوام ویدیو شما فربهترین حیواناتی روی زمین را خواهید دید و حیران خواهید شد. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. وزن ارنگوتان نباید از 100 کیلوگرم زیاد شود، اما خوراکی آنها توسط انسان تامین می شود که این سبب می شود که آنها کوهی گوشت و چرب شوند. فربهترین ارنگوتان جهان آدل نام دارد و در باغ وحشی راکاگان در شهر جاگارتان اندونزی زندگی می کند. وزن این ارنگوتان به 300 کیلوگرم رسیده است. کسانی که آنها را دیدن می خواهند به آنها خوراک می دهند و مسئولان باغ وحش به این مسئله اهمیت نمی دهند. اما وقتی می بینند که راه گشته نمی تواند، رژیم خوراکش را عوض کرده به او فقط شیر و میوه می دهند و امیدوارند که به آن کمک کرده توانند تا که خراب شود. عادل به خاطر خوراک خوری زیاد و حرکت کم در درون قفس وزنش اینقدر زیاد شده است. مسئولان فکر کردند که عادل باردار است، اما وقتی فکر آنها خطا برآمد در پی اصلاحی او شدند. اگر شما با باغ وحش رفتید، از خوراک دادن به حیوانات دوری کنید تا سلامتی آنها را به خطر نیندازید. وقتی رسم و ویدیوهای این خوک دریایی که اوکی نام دارد و در مایخانه ژاپن زندگی میکند پخش شد، همه را حیرت زده کرد. اوکی با بدن کوتاهش به مثل توپ فوتبال است. او هر روز 3 کیلوگرم ماهی میخورد. او کارگران این مایخانه و تماشابینان خود را خیلی دوست میدارد. از زمانی که رسم و ویدیوهایش پخش شدند، او به یک ستاره تبدیل شده است. درازی بدنش به 1 متر می رسد و وزنش 50 کیلوگرم است و از نظر کارگران این مایخانه وزنش در معیار است، اما سری او خورده است که باعث می شود به مثل یک توپ دیده شود. به شک حیوانات خانگی مخصوصا سکو را همه دوست می دارند، اما بعضیشان محبتی به اندازه به سکویشان می بخشند. این زن شوهر انگلیس با نام اندری و آستن سگ با نام پرینسسا دارند. هر کس این سگ را ببیند می داند که از فربهی رنج می برد، اما صاحبانش به این اهمیت نمی دهند. آنها میگویند که سگشان فربه باشد زیباتر است. پرینسس گوشت خوک خوردن را دوست می دارد و گاه گاه شکلات هم می خورد. مدافعان حیوانات خانگی در انگلیا در مورد فربهی حیوانات دائما هشدار می دهند، چون که از هر 3 سگ یا گربه یکیشان مشکل فربهی دارد. آنها کوشش می کنند به مردم فهمانند که خوراک بسیار دادن نشانه عشق و محبت نیست، بلکه محبت اساسی نگهبانی سلامتی این حیوانات است. حالا به این گربه نگاه کنید و فهمید که صاحبش تا چه اندازه به این حیوان بیچاره خوراک داده است. در گذشته دیدن این گونه گربه های فربه غیر امکان بود، چون که با خوردن گوشت ماهی یا گوشت های دیگر گربه ها این گونه فربه نمی شوند. اساسا خوراک های مصنوعی که در مغازه ها فروخته می شود، اگر از حد زیاد استفاده شود فربهی بیش از حد را به وجود می آورد. اندازه و استاندارد خوراک خوری را نباید حیوانات بلکه صاحبانشان باید رعایت کنند. حتی سنجاب ها هم می توانند فربه شوند. البته فربهی برای آنها یک مشکلی کلان به حساب می رود. سنجاب های خراب براحتی در شاخه درختان حرکت کرده می توانند و این در حالی است که سنجاب های فربه این کار را دیگر کردن نمی توانند و از زندگی خوشبختانه محروم می شوند. ویدیو این سنجاب فربه در یکی از باغ وحش های آمریکا ثبت شده است. توریستان به این سنجاب بیش از حد خوراک دادند. بعضی از آدمان سنجاب ها را به مثل حیوانات خانگی نگاه بین می کنند و این حیوان های کوچک با خوردن خوراک های بالذات زود وزن می گیرند. در یکی از بازارهای بانکوک تایلند میمونه زندگی می کند که از فربهی زیاد رنج می برد. تایلندی ها دلسوزی کرده به او خوراک دادند، اما فکر نمی کردند که این دلسوزی برای آنها چه مشکلی را ایجاد می کند. مردمان به او لقب بابای فربه را دادند. وزن او به 15 کیلوگرم می رسد که 2 برابری وزن عادی او است. مدافعان حیوانات به یاری او آمده او را تحت نظارت قرار دادند. حالا موشه را ببینید که از فربهی زیاد در سوراخ کانال کلادس محکم شده است، اما بختش بلندی میکند و گروهی یاری به سوراخش آمده او را از سوراخ میبرارد. پس از 1 ساعتی کار و تلاش بالاخره موش آزاد میشود. بعضی از انسان ها سگ و گربه را نیو و حیوانات کمیاب را به خانه میآورند. این آدمان راکان ها را تربیت کرده به مثل حیوان خانگی نگاه بین میکنند. راکان ها حیوانات وحشی هستند و خیلی سخت می گزند. آنها بین 4 دیوار بودن را دوست نمی دارند و عاشق آزادی هند. اما آنها هم با زیاد خوردن فربه می شوند.
در باغ وحش شهر هاربین در چین چند پلنگ موجود است که وزنشان دو برابر وزن عادی آنها شده است. مسئولان این باغ وحش میگویند که این پلنگ ها در زمستان وزن میگیرند و در تابستان وزنشان را میپرتویند. شاید تماشابینان باغ وحش به دور از چشم مسئولان به آنها خوراک زیاد داده باشند. شاه جنگل خیلی کم فربه دیده شده است چون که برای یافتن خوراکشان انرژی زیاد مصرف میکنند. اما رسمی از یک شیر فربه در اینترنت پخش شد که همه را حیران کرد. وزن عادی شیرها از 130 تا 190 کیلوگرم است، ولی وزن بعضی از آنها به 250 کیلوگرم هم میرسد. اما در این عکس وزن این شیر خیلی بیشتر است. شاید این شیر خیلی قدرتمند باشد و شیرهای دیگر برای او شکار کرده تومه میارند. آسایش و زیاد حرکت نکردن او باعث فربه شده نشده است. تشکر دوستان که تا آخری ویدیو با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما حتما به کانال آبونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.